فدراسیون ما از اونجا شروع کرد. یعنی اول فدراسیون بوکس هم اتاق بود، از اون توالت شروع شد. یعنی واقعا چه دوشش توالت. خب صادقانه عرض کنم خدمتتون، میدونید که رفت در فرانسه تو جنگلا گم شد، عرض کنم خدمتتون 9 روز بعد پیداش نشد، تا آخر عرض کنم خدمتتون جنازه شو پیدا کردن. ایشون حریف آقای شیری سیاپوش بود، میترسید اصلا، چون این سیاهه میترسید، مادر عبدالخیار میگوش، با عبدالخیار که نمیشه قهرمان صاحب، که اونجا دستگر میگه هی دستکش بدین به من. یعنی جوری که نمیرن، چون باید قبلا کلانتری هم برمیگرده با آقای رفسنجانی که همشهری هم محمد ترکم هست، برمیگرده میگه که هیچ آقا دستکش ها یا اتوبوس بوده، اون هم اتوبوس گم شده. در صورتی که اینجوری نبوده، نه دستکش رو خود برگزار کننده میده. با سلام خدمت شما و دوستان، عرض کنم خدمت من، متولد 1325 ماه فروردینم، تو تهران، تو کوچه تهرانچی بدیم اومدیم، مختاری شاپور کوچه تهرانچی. عرض کنم خدمتتون، بچه های جنوب شهر، یعنی اون موقع اگه یادتون باشه اکثر قهرمان های کشتی ما با بوکسمون فقط از تقریبا جنوب تهران بودن و من از 15 سالم بود که از مسابقات آموزشگاهی شروع کردم، هم در مسابقات آموزشگاهی کرمان بودم، هم در مسابقات آموزشگاهی شیراز بودم که از تهران انتخاب شده بودم. عرض کنم خدمتتون، خب دیگه بوکس ادامه دادیم تا اومدیم به تقریبا انتخابی تیم ملی. بعدش هم من برای خاطر عرض کنم خدمتون دست روانه آلمان شدم. خب من در آلمان فکر میکنم تنها لژیونری از ورزش هستم که قدیمی ترین و من تنها قهرمان زود وستمایسترشاف آلمان بودم، یعنی جنوب غرب آلمان شدم. تو تیم ملی آلمان به صورت دوستانه عرض کنم بوکس کردم، قهرمان بوندسلیگای آلمان بودم، یعنی مال استان هسن و هم بایر. عرض کنم خدمتتون، خب قهرمانیاتون میکردیم، تا عرض کنم خدمتتون من یه دوره ماشینالات راه ساختمان بود، عرض کنم خدمتتون دوره هارم که دیدم، بعد دیگه اومدم به ایران. بعد در مورد شروع تیم با هم، شروع همکارتون با آقای ناطقانی میفرمایید بعد وارد بوکس بشیم، که اصلا چطور شد که با ایشون انقدر رفاقت نزدیکی داشتین و وارد بوکس شدین کلا؟ واقعیت بخواین عرض کنم خدمتتون، از سال 58 حالا بنا به دلایلی، من اونش نمیگم، بنا به دلایل بوکس رو تحریم کردن و سال 68 مجدداً بازگشایی شد و به این صورت بود. عرض کنم خدمتتون تقریبا من میتونم بگم سازنده کشتی فدراسیون بوکس، خدا روحشون شاد کنه، آقای دکتر غفوری فر بود و به این صورت هم شد من کل بتون مترو تحت اختیار شرکت راهماشین، من شرکتی دارم به نام شرکت راهماشین که خودم هم مدیر عاملش هستم، عرض کنم خدمتتون کنترات کل بتون مترو تهران تحت نظر ما بود. بازم خدا روش شاد کنه آقای صادق علی اکبرزاده که یکی از قهرمانان به نام ایران بود و در دو تا المپیک، درمان المپیک روم و المپیک هلسینکی شرکت کرده بود، ایشون عرض کنم خدمتتون، ایشون اونجا به عنوان سرپرست من گذاشته بودم در همون کارگاه آزادی، اولین کارگاه مترو هم کارگاه آزادیشون بود و منم رفته بودم سرکشی. من خب آقای دکتر غفوری فر وزیر نیرو بود و شده بودن رئیس سازمان تربیت بدنی، هنوز به صورت وزارتخونه نبودن. من دیدم ایشون با آقای مهندس ابراهیمی که مدیر کل مترو تهران بودن، با آقای مهندس رحیمی که آقای مهندس ابراهیمی شده بودن رئیس فدراسیون دوچرخه سواری و آقای مهندس رحیمی شده بودن رئیس فدراسیون شمشیربازی. من اونجا با آقای علی اکبرزاده گفتم که صادق خان، این آقای دکتر غفوری فر که حالا رئیس سازمان تربیت بدنی، بریم بگیم آقا بوکس را بنداز. عرض کنم خدمت من، رفتم با مهندس ابراهیمی صحبت کردم، گفت خوب بیا با آقای دکتر غفوری فر صحبت کن. من اومدم گفتم آقا دکتر شما چرا اجازه نمیدید ما بوکس را بندازیم؟ ما قهرمان آسیا بودیم، هر سال بهترین بودیم. گفت ما پول نداریم، بودجه نداریم به شما بدیم. من ناخودآگاه گفتم آقا ما بودجه نمیخوام، شما اجازه چه بدید ما بودجه شو را بندازیم. گفتش که من خبرتون میکنم. عرض کنم خدمتتون
بعد یکی دو هفتهی رئیس دفترشون زنگ زد به من، گفتش که آقای دکتر غفوری‌فر شما رو میخوام. اون موقع هم دفتر آقای دکتر غفوری‌فر استادی ما آزادی بود، یعنی هنوز وزارتخونه به اون صورت جا مکانی نداشت، دفتر آقای دکتر غفوری‌فر استادی ما آزادی بود. من رفتم اونجا، بعدم دیدم آقای مدرسه ابراهیمی‌نا نشستن. عرض کنم خدمتتون، به من گفت خب تو چجوری گفتی ما بودجه نمیخوایم راه میندازی؟ گفتم ما چند تا ایادی هستیم میتونیم راه اندازیش بکنیم، مشکلی نداریم. و ایشون به من گفت باشه هفته آینده ایادی تو بردار بیار. ایادی ما هم عرض کنم خدمتتون همین جان سرهنگ هویتیوس بود که اون موقع شاغل بودن. عرض کنم خدمتتون آقای حسین نورودی که سالها سرمربی تیم ملی ما بودن، آقای ایشون بودن، آقای محمود مسادیان بودن و آقای حسن پاکندو. ما رفتیم دفتر آقای دکتر غفوری‌فر. ما تا به اون روز حاج آقا احمد ناطق نوری رو از نزدیک رویت نکرده بودیم. دیدیم یه آقایی هم اونجا نشسته. عرض کنم خدمتتون بحث شد که خب بوکس به چه صورتیه، چه جوری شد. من با دکتر غفوری‌فر گفت خب آقایون رو معرفی کن. خب من گفتم جان سرهنگ هویت‌دوست که سالها کاپیتان تیم ملی ما بودن، قهرمان ملی ما بودن، آقای حسین نورودی قهرمان ملی ما بودن. همینجوری که با آقای پاکندام رسیدم، یو اون آقایی که اونجا نشسته بود که خود حاج احمد ناطق نوری بود، برگشت گفتش که آها من آقای پاکندام میشناسم، آقای یاوری رو میشناسم، چون منزل حاج احمد اینا اون موقع مثل این که پایین روبروی سید نصرالدین تو کوچه حمامچال بود، از پارکش سالن بوکس هم تو پارک شهر بود، رد میشدن بوکسور دیده بودن، یه رویت کرده بودن، اب بوکس هم سررشته ای داشت. خب همونجا عرض کنم خدمتتون آقای دکتر غفوری‌فر گفت ما خواهیم از حاج آقا احمد ناطق نوری خواهش کنیم که بیاد بوکس به دست بگیره، بالاخره یه آدمی باید باشه که بتونه در این موقعیت از آتش بر بیاد. در همون جا هم حاج احمد ناطق نوری رو به من که گفت تو ما به من یه دسته حضرت عباسی بده، یا علی بگو یا علی. ما هم گفتیم یا علی علی وار. از همونجا دوتایی ظهر هم بود بلند شدیم رفتیم، من حاج آقا بچه ها دیگه هم رفتن، رفتیم نهار یه جا خوردیم و بعد رفتیم دفتر آقای امیر یاوری که بود، ایشون هم سالهای سال کاپیتان تیم ملی ایران بودن، بزرگ بزرگ مرد بوکس ایران بودن. عرض کنم خدمتتون رفتیم دفترشون که پول جمع کنیم که این بوکس را بندازیم. بله دفترشون هم تو نارمک هستن، اون بزرگترین شیرینی فروشی ایشون دارن. رفتیم اونجا با اتفاقا اولین پولی هم که داد اون موقع 80,000 تومان من دادم که دستکش بخریم، ولی دنیا سال 68. عرض کنم خدمتتون حاج آقا به من گفت خب مقصودی سال و مالونتون کجاست؟ گفتم ما سالونی داریم به تو استادیوم شیرودی هستن، فدراسیون بوکس زمان آقای علی عبدو علی امیرعلوی ساخته شده بود اینا. گفتش که بس بریم اونجا. نگو اونجا رو داده بودن به فدراسیون جانبازان، کسی هم جرات نداشته کیلومتری اونجا پیداش میشه. ما رفتیدیم عرض کنم خدمتتون الان شما خیابون مفتر برین همین فدراسیون بوکس رو میبینید، ولی دیدیم آجرچینی کردن تا سقف، اصلا درمری مشخص نیست. گفتیم آقا واسه این درش کجاست؟ گفتن در ما از پشت هم یه در داشتیم. رفتیم اون در زدیم و آقای خسروی وفا اومد در وا کرد. خب حاج آقا رو دیدم میشناختن روسی، حاج آقا گفت ببین یه سالن ماست. گفت نه اینجا رو دادن به ما. آقای خسروی وفا محبت کلوت کردن به ما یه جایی دادن، یعنی نزدیک دو متر در سه متر شیش متر نمیشد، ببخشیم ببخشیم پشتش هم دشویی بود، دور دشویی بود. گفت اینجا رو میتونم بدم. یعنی فدراسیون ما از اونجا شروع کرد، یعنی اول فدراسیون ما کشتم اون اتاقه بود، از اون توالت شروع شد، یعنی واقعا چه دوشش توالت بود. عرض کنم خدمت شما خب حاج آقا گفت ما گفتیم آقا بذاریم آقای مهدی هویت‌دوست بذاریم نایب رئیس فدراسیون، آقای حسین آقای صادق علی اکبر زاده سرمربی تیم باشه، ما یا آقای رستم رتیفی داشتیم گفتیم ایشونو بذاریم دبیر بشه، که حاج آقا گفت همه کارا رو هم تو خودت انجام بده دیگه. خب حاج آقا اون موقع نماینده بود و واقعا روزای دیگه از چهارشنبه ایشون حرکت میکرد میرفت نور تا شنبه شب برمیگشت، اکثرا در مجلس بود، بعد تو کمیسیون نفت و مفت و اینا بود، سر شلو بود. و خب فدراسیون ما میچرخوندیم که بعدا با اومدن آقای دلشاد و بچه ها یواش یواش جمع شدن و ما اولین بودجه‌ای که به ما داده شد آقای دکتر غفوری‌فر 30,000 تومان بود. یعنی ما با 30,000 تومان این فدراسیون رو
راه انداختیم. البته پشتبانه حاج آقا ناطق نوری. بعد ما دفتر دیگه چیز که جان بازان برای خودشون سارونی درست کرده بودن از اونجا رفتن دیگه، بازم همون ما از آقای مهندس ابراهیم خواهش کردیم، چون جلوی مفتح مال مترو بود داشتن میکندن، خواهش کردیم بتونش ازشون گرفتیم، البته پولش دادیم، نزدیک اون موقع نزدیک بین من 9 تا 11 میلیون برای من یک سالون و اون بالایی که الان هست تموم شد اونجا رو من ساختم و خلاصه این شد فدراسیون بوکس ایران و واقعا هم موفق بود این سرگذشت فدراسیون بوکس ایران بود. اونجوری که من شنفتم خوشم میدونید اوایل انقلاب شورای انقلابی ما داشتیم که آقای منتظری، دکتر بهشتی، آقای رفسنجانی، بالاخره آقایون بودن، مثل این که گفته بودن آقا دو نفر میندازن تو رینگ تناب، گفته بودن میندازن دو نفر تو رینگ، از کنم خدمتون اینا هم دیگر رو میزنن، از کنم خدمتون خونیمونی میکنن، شرط میبندن و دلیلش میگن همین بوده. واقعا هم دلیل منطقی نداشته. 10 سال بسته شد دیگه، 58 و 68 بسته شد، فقط به این دلیل که دو نفر میندازن، در صورتی که شما میدونین پربیننده ترین تماشاگر در اروپا با آمریکا بوکسه، یعنی و تا به امروز من فکر نکنم قهرمان به نامی بیاد به نام محمد علی کلی که در دنیا شناخته شده باشه، یعنی شما از آقای مارادوناش بگیر، بکنباهرش بگیر، پلش بگیر، هیچ کدومشون از کنم خدمتون معروفیت کلی نداشتن در دنیا. بعد از انقلاب یه اتفاقی که افتاد، ما حتی تونستیم کلی وارد ایران کنیم. بله. هم بوکس بازگشایی کردیم، هم محمد علی کلی وارد بوکس شد. که اتفاق بزرگی. میخواید در مورد این به نظرم خاطره جالب میشه، چون که آقای هویت دوستم گفتن بیشتری نقش شما و ایشون داشتین توی اومدن محمد علی کلی به ایران. عرض کنم خدمتتون، حالا بنا به دلایل ویزا گرفته بودن ایشون تشریف آوردن تهران و من فقط یه چیزی بگم، تنها روحانی که واقعا از ایشون استقبال شدیدی کرد، خدا روشون شاد کنه، آقای آیت الله احسان بخش مال گیلان بود که ما کلی بردیم گیلان. عرض کنم خدمتتون، خود آقای احسان بخش گفت من خونم تلویزیون نداشت، گفت ولی فراج مدرسه تلویزیون داشت، گفت من صبح زود میرفتم نمازم رو اونجا میخوندم و مسابقات کلی رو از نزدیک تماشا میکردم. حتی برگشت به ما گفتش که شما فکر میکنین وزن مشتی که کلی با آدم میزنه چقدره؟ والا ما هممون موندیم که ایشون میگفت هر ضربه‌ای که وارد میشه حدود 20 کیلوه. یعنی واقعا تنها کسی بود که با تمام وجودش از ایشون استقبال کرد. و مدالایی که ما بعد از انقلاب گرفتیم، نزدیک 140 خورده مدال ما گرفتیم که حدود 25 تاش تقریبا میتونم بگم بین 20 تا 25 تاش طلا بوده. تیم خیلی موفق بود تا زمانی که حاج آقا بودن، عرض کنم خدمتتون، و ماها بودیم، امیدواریم که بعد از این موفق بشه ان شاء الله. آقا در مورد نقش حاج احمد یکم صحبت کنیم توی بوکس ایران، که بالاخره بوکس رو اندازی شد، ولی من همیشه شنیدم که خیلی ها میگن اگر حاج احمد حتی بعد از بازگشایی نبود، ما فکر نمی‌کنیم که بوکس میتونست مثلا این روندی که طی کرد در سال‌های گذشته رو طی بکنه. یکم در مورد اصلا نقش کلیدی ایشون صحبت بکنید که اصلا تو کجاها تونست به بوکس خدمت کنه. خب من الان دارم خدمتتون میگم، من واقعا همیشه همه جا گفتم بوکس ایران بعد از بازگشایی مدیون حاج احمد ناطق نوریه، چون میدونین خیلی ها مخالف بودن، خیلی ها مخالف بودن. عرض کنم خدمتتون، حضور ذهن نیستم، ایشون حتی دستکش ها رو برداشتن بردن قم، در قم گفتن آقا این ببینیم به چه صورتیه. خب حاج احمد یه آدمی بود که تقریبا حرفش میخوندن، شما فکر کنین مثلا خب یواش یواش مقدار بودجه زیاد شد، بچه ها میخواستن کمیته ملی المپیک برن مثلا در رستورانش در هتلش اقامت کنن دیگه، زمان آقای دکتر عرض کنم خدمت آقای مدرس هاشمی، چه هاشمی تبار چه بود یا هر کسی بود، حرف حاج آقا رو میخوندن. بالمنظور من میتونم بگم 70-80% یا 60%، حالا من نمیخوام کله، واقعا پیشرفت بوکس. شما میدونین که ما بعد از
بازگشای بوکس تازه کشورهای تازه استقلال یافتم اومدن. در دنیا هم شما میدونین قزاقستان و ازبکستان در همیشه در مسابقات المپیک حرف اولی دارن میزنن. کوباست و ارمنستان، ازبکستان، قزاقستان، شوروی، چند تا از این کشورها آمریکا، اینا واقعا حرفای عرض کنم خدمتتون، ما تونستیم عرض کنم خدمتتون در با اومدن این کشورهای تازه استقلال یافته مدالای رنگین بگیریم. یعنی شما فکر کنین آقای مظاهری ما تونست در بازی‌های المپیک آسیایی، چه در دوحه چه در تایلند، یا آقای صمدی ما، یا آقای بیژن باتمانی، یا آقای سنی، همه بچه‌ها بتونن مدال طلا بگیرن. خب واقعا پشتکاری هم که حاج محمد ناطق‌نوری داشت و خب خود منم با اکیپی که داشتیم عرض کردم خدمتون، خود آقای مهدی هویت دوست بود و آقای دلشاد بود، آقای شمس بود، آقای اردلان بود، آقای حسین نورودی بود، بالاخره همه دست به دست هم داده بودیم. واقعا برای خاطر همون بود که تقریبا موفق بود. درسته. آقا بهترین خاطره ای که با حاج احمد داشتیم توی این سالها خیلی کم نبوده. والا من با حاج احمد اولا واقعا حاج احمد جاش الان اینجا خالیه، کلا ایشون جوکه، اینو جدا میگم، برخلاف ظاهرش که من واقعا هر کسی باش مسافرت میره امکان نداره یک دقیقه خنده تو لبش نباشه. یعنی اینقدر ایشون آدم با محبت و با مزه. ولی عرض کردم خدمتتون بعد از بازگشایی دیگه ما تقریبا همش با هم بودیم، اکثر مسافرت هم با هم بودیم دیگه. بله. ولی میخوام یه توضیح بفرمایید که شرایط آن زمانی که شما داشتید کار میکردید چطور بود که نشد ما بتونیم مدال المپیک و جهانی رو توی بوکسمون داشته باشیم و صرفا تو سطح آسیا تونستیم به مدال برسیم؟ خب متاسفانه عرض کنم خدمتتون و واقعیت هم هست، من خودم همیشه گفتم ما همیشه آرزوی داشتن یه مدال المپیک، حتی برنز المپیک باشه یا برنز جهانی داشته باشیم. و عرض کردم خدمتتون شما در المپیک پر بیننده ترین و پر شرکت ترین رشته ها بوکسه، ملاحظه فرمایید. و خب به اون صورتی هم که واقعا در بوکس باید سرمایه گذاری باید میشد نشده بود. و خب آقای از من خدمتون شاهبخش هم واقعا زحمت کشیدن تونستن این مدال برای اولین بار برای ما بیارن. البته بازی ها با اون سختی که همیشه در جهانی باید میشد اون صورت نبوده، ولی خب این باز مایه افتخار ماست که ما تونست بالاخره فدراسیون بوکس یه مدال برنز جهانی داشته باشیم. دلیل اینکه تو این سالها نداشتیم چیه آقای مخصوصی؟ عرض کردم خدمتتون ببین اولا گفتم نبود بوچه به اون صورت. ببینین شما با دعا و ماشالله ماشالله و اینجور چیزا نمیتونین فدراسیون رو اندازی بکنین. شما نیاز داریم به بازی های برون مرزی. بچه های ما اولین باری که ما رفتیم، من اولین بار بچه ها رو بردم تایلند، اولا دنیا رو ندیده بودن. بعد اولین باری که رفتیم بارسلون حریف آقای شیری سیاپوس بود، میترسید، اصلا چون این سیاهه میترسید. ببینیم بازی های برون مرزی ندیده بودن. اصل واقعا ورزش همونه که بچه ها برن بازی های برون مرزی رو ببینن، از نزدیک رویت کنن، تکنیک ها تاکتیک ها اینا رو از نزدیک لمس بکنن. ما نداشتیم واقعا، ما بودجه ای نداشتیم یا کسی رو، یا ما دیگه خیلی خیلی این بود یا ارمنستان دعوت میکردن بیان امروز اینجا بیان، یا مثلا آذربایجان بیان. اونی که اردوی داشته باشن بچه ها بلنشن برن قزاقستان، بچه ها بلنشن برن ازبکستان، بچه ها بلنشن برن فرانسه، منظور کلا میخوام کجایی بود که بوکس خیز بودن، قهرمانی المپیک و دنیا رو داشتن. متاسفانه نداشتیم که اون بچه ها، این یه واقعیتی رو باید قبول بکنیم. باید سرمایه گذاری کرد، بدون سرمایه گذاری امکان نداره. ما بعضی مواقع زمان خودم میگم که بنده میدونین که نزدیک 26 سال هم نایب رئیس فدراسیون بودم، هم مدیر تیم های ملی. بعضی مواقع ما بعد از نهار یه میوه نداشتیم به عرض کنم خدمتتون ورزشکار بدیم. من مثلا میگفتم حالا موقع هر کسی بود اون موقعی که مثلا میگفتم آقا نفری یه سیب ببین برای بچه ها میتونی بدیم. آخه با یه سیب مگه شما میتونی قهرمان درست بکنی؟ بچه های ما از شهرستان میومدن پول اتوبوس برگشتششون رو نداشتن.
شما نمیتونی اینجوری قهرمان، باید هزینه کرد، واقعا باید هزینه کرد. خب بوچی هم که تخت اختیار چیز نبود، اگر حاجی احمد آقا نوری نبود که ما اصلا هیچی نبودی. حالا اون یک کاسه گدایی داشت از حسن و حسین رو جمع بکنه، یه چیزای جمع بکنه بتونه بوکس رو بندازه. ولی ما در ایران یک زمان خودم که بوکس میکردم، ما خواستیم بریم بندر انزلی بوکس کنیم، چهار روز جلوتر نمیدونم این قضا رو بخور اون قضا رو نخور. خب ما میرفتیم خونه قهرمان بودیم، مادر عبدالخیار میذاشت، با عبدالخیار که نمیشه قهرمان ساخت. بعد آقای روح الحسینی باید به پیشکسوت ها یه احترام خاصی بذاره، باید بگه آقای نوری بله شما میتونید در صدر باشین، ولی سرمربی و مربی های دیگه از شما یه چیزایی رو از کنه یاد بگیرم، ولی خودت بیایی اگه نظارت بکنی سخته. من فکر میکنم آقای روح الحسینی باید یک مقداری رفاقت و دوست بازی ها رو بذاره کنار و یه مدیر قاطع بشه، وگرنه نمیتونه موفق بشه. یه صحبتی که از آقا توی بوکس همیشه دو قطبی بوده، یعنی اکبر علی استکی، ناراحتی فلان، این از کجا میاد به نظر خودتون؟ اگه واقعیت بخوایم باید مقصر بر خود من این گسستگی بعد ضربه هم زده به بوکس ها، اینکه بدنه بوکس با هم یکی نباشه، از کجا میاد؟ نه خب اگه بخوایم واقعیت بخوایم مقصر اصلی خود من بودم، از کردم خدمتتون، من اون موقع اومدم از کنم خدمتتون جوانگرایی کردم، یک مش تیم برداشتم دادم دست آقای اکبر احدی، یعنی از آقای نهرودی من تیم گرفتم دادم دست اکبر احدی، یک مش جوانه رو دادم بچه های جوانه دادم دست آقای علی استکی، با مربی هایی که دیگه از شهرستان ها جوانگری کردیم. خب اکبر تونست در چند تا مسابقه موفق بشه، در بازی های المپیک تایلند که ما مدال طلا و نقره داشتیم، در بازی های دوحه، یعنی در آسیا دیگه مدال واقعا داشتیم درو میکردیم. عرض کنم خدمتتون، خب آقای استکی هم باز، خب اکبر خودش هم قهرمان نقره‌ای آسیایی ما بود، مدال نقره داشت، و هم عرض کنم خدمتتون تحصیلاتش فکر میکنم لیسانس یا فوق لیسانس هم میدونست در علی وردش بود. عرض کنم خدمتتون استکی هم مدت ها بود با بدنسازا کار میکرد، تمام بدنسازی رو یاد گرفته بود، خب بوکس هم یاد میگرفت. ما هم یک زمان گرفتیم از آقای اکبر احدی گرفتیم دادیم دست آقای استکی، گفتیم حالا آقای استکی تیم بزرگسالان رو عرض کنم خدمتتون راهنمایی بکنه، باشون کار بکنه، ببینیم به کجا میرسه. برای خاطر این بود که یه کمی یواش یواش تضاد ایجاد شد، اون یکی میگفت من بهترم، یکی میگفت من بهترم، که دیگه وقتی که من دیگه رفتم دیگه از کردم خدمتتون دیگه اواخر دست حاجیگان اتاق موند دیگه. بچه‌ها می‌خواستن برن بلوجرد، ما یه آقای درویش داشتیم بوکسر خوبی هم بود خدا روش شاد کنه، در استادیوم شیرودی برق گرفت مردش در همون سالن بوکس. عرض کنم خدمتتون می‌خواستیم بریم بلوجردی هم بود اونجا برای تشییع جنازه، اتوبوسی که گرفته بودیم همین عوارضی شهرره ای که رد شده بودیم به طرف قم، آقای روح الحسینی مرگش که اونجا جایگاه خواب ندارم، من نمیتونم بیام، من مریضم. اون یکی اونجا من همونجا استوب زدم، تیمم میخواست بره کجا، هفته دیگهش میخواست بره المپیک، بازی های آسیایی پوسان در کره بود، گفتم امکان نداره بذارم تیم بره، گفتم تیمی که دیسیپلین نداشته باشه، اخلاق نداشته باشه، من اجازه نمیدم. حتی زمان آقای مجلس هاشمی تبار بود، زنگ زد حاج احمد گفت تو مقصودی نگه من اجازه نمیدم، و نداشتیم تیم بره، و برای همون شد که بچه ها دیگه سر عقل اومدن، سر موعود تمریناشون بودن، سر موعود تو خوابگاه بودن، سر موعود تو اردو بودن، باج نمیدادیم بهشون، من به کسی باج نمیدادم. روزی که ما اومدیم برای بازگشای بوکس، گفتم ما رفتیم فدراسیون بوکس وجود نداشت، اونجا رو داده بودن به جانبازان آقای خسروی وفا، در باز کرد چون با حاجی عمر رو درواسی داشت، یعنی اگه من بودم میگفت آقا برو گم شد اینجا چون بخواد، چون با حاجی عمر رو درواسی داشت گفت با به ما یه اتاق دادن درست از اونجا تا اینجا، پشتش هم توالت بود. من بوکس از اونجا شروع کردم، یعنی با یک کیف سامسونون رستم لطیفی رو کردم دبیر، آقای مهدی هویدوس رو کردم نایب رئیس، آقای صادق علی اکبرزاده رو کردم سرمربی تیم ملی، حسین نوردی رو کردم کمکش، یعنی دست خالی خالی از کردم همون اصلش بلند شدیم رفتیم. خدا روح دکتر غفوری فر شاد کنه، ایشون هم اومدن دفتر آقای امیر یاوری که بزرگ مرد بوکس ایران بودن، اونجا ما پول جمع کنیم، اولین پولی هم که اونجا پرداخت کرد من خودم دادم 80,000 تومان که بریم مثلا دستکش مسکش هم کنیم. ما اونجوری شروع کردیم،
کانکس رو من خودم از شرکت راماشین دو تا کانکس برداشتم آوردم، چون جایگاهی نداشتیم، خوابگاهی نداشتیم. ولی با این اوضاع، با این بدبختی، هم المپیک بارسلون تا تونستیم سهمیه بگیریم، هم المپیک آتلانتا تونستیم سهمیه بگیریم، هم المپیک چین تونستیم سهمیه، یعنی تمام المپیکا سهمیه داشتیم و در آسیا هم مدال درو کردیم. 140 خورده این مدال گرفتیم ما. فقط با همین نداری دست با بستگی. از که دم خدمتتون دکتر غفوری فر که کادا روش شاد کنه، یعنی بنیانگذار واقعیش دکتر غفوری فر بود. من همیشه میگم کشتیشو دکتر غفوری فر ساخت، ناخداش و جمعت ناطق نوری بود، من لوانوش هم کارگراش هم ماها بودیم. دکتر غفوری فر گفت من اگه بوکس را بندازم من ده شو پول ندارم به تو بدم. که ما گفتیم آقا شما نمیخواد بدیم، ما یه ایادی داریم میام خودمون پول جمع کردیم. بوکس اینجوری را افتاد، در صورتی که ما قبلا شیرودی زمان علی عبدو و امیرعلایی ساخته شده بود، ما به اون خوبی سالون داشتیم، همه چی داشتیم، ولی بعدش دیگه هیچی نداشتیم، هیچی نداشتیم. این برهه‌ای که 5-6 سالی که حسین سوری بود چطوری دید؟ مثبت بود کلا روند؟ حالا ایشون که رفتن، ولی خب کلا می‌خوام که خیلی معتقدن که روند مثبت بوده، ولی نه، یه سری از هم نسل‌ها شما میگن که اصلا تو بره بوکس سقوط کرده اصلا بعد از نه. ببینید سوری تقریبا میتونم بگم هم مثبت بود هم منفی بود. منفی گریش این بود که یه مقداری رفیق باز بود، عرض کنم خدمتتون. مثبتش هم این بود که یک مقدار نماینده ها رو میشناخت، یه مقدار میتونست اسپانسر جمع کنه، یه پولمولی جمع بکنه بیاره، و بالاخره تونست یه مدال جهانی برنز هم داشته باشه دیگه. این مثبتش بود، منفیش هم که اون بود دیگه. تقریبا هم مثبت بود هم منفی بود دیگه. شما خودتون مثبت میدونید چه منفی؟ خب من میگم هم مثبت بود هم منفی بود. بعضی جاهاش اگه دوتاشو به هم دیگه جمع بکنم، نه مثبت نمیتونستم بگم، نمیشد گفت مثبت مثبت. خاطرات اون دستکش نبردن هم یه توضیح میدید که اصلا چجوری بود که آقا اون آره اصلا اون دستکش رو نبرده بودید؟ خب این که اینجوری نیم، متاسفانه اگر اون موقع یادتون باشه این مجاهدین یه مقدار شلوغ بلوغ کرده بودن. دهکده یه المپیک بارسلون که ما بودیم نسبت به سالنمون مثلا فکر کنین از اینجا تا کرج تا ورداور انگر فاصله داشت، تا رو باد کریم انگر فاصله داشت. عرض کنم خدمتتون میدونین هیچ اتوبوسی یه ماشین اجازه نداره وارد دهکده باشه، اتوبوس‌های مخصوصی داره. اون روزی از کنم خدمتون اتاقا سرپرست تیمم آقای مهدی هویت دوست گذاشته بودیم، من و حاج آقام رفته بودیم یه جایی کاری داشتیم از کنم خدمتتون، و اینا متاسفانه حالا بنا به دلایلی دیر میرسن به اتوبوس. این نیست که بوکسر یا تیم با خودش دستکش ببره، شما سه تا بازی جلوتر دستکش دست شما میکنن، پلوم میکنن، مهر میزنن، جز اون باند دیگه چیز دیگه تو دستتون نباشه. اینجوری نیست که من با خودم دستکش ببرم، به این صورت نیست. یعنی گفتم گندش کردن دستکش خود مسابقه. بله در خود اگر ببینین روی میز هیئت ژوری هم همیشه دو جفت دستکشه که اگه چنانچه این دستکش آسیب دید یکیش فوری اون دستکشه بذارن. این که نیست هر کی دستکش خودش ببره چه چیزی. سه تا بازی هم، سه تا بازی جلوتر حتما باید از کنم خدمتتون مهر کرده باشه تا اجازه بدم بیاد. خب اینا سوار اتوبوس میشن، اتوبوس هم را گم میکنه، دیر میرسه. در همونجا همین آقای مهدی هویت فر میگه به عسکر کاظمی میگه آقا تو بیا همین لباسات الان تو اتوبوس بپوش. عرض کنم خدمتتون و تو اونجا رسیدیم دیگه دهتش عسکر کاظمی با این علی عسکر کاظمی حریفش عسکر علی بود، مال پاکستان بود، رئیس کنفرماسیون بوکس جهانی هم عرض کنم خدمتتون آقای پروفسور انور چودی بود که پاکستانی بود. ما میگفتیم که دیر برسی با این بازی رو میدن به اون. عسکر کاظمی دیگه وارد سالون شد، میتو و دوست اینو گفتم چون من خودم با حاجی هم نبودیم دیگه، برمیگرده میگه که برو بالا ریم بدون دستکش. که اونجا عسکر میگه هی دستکش بدین به من، یعنی جوری که نمیدن چون باید قبلا چیز میشده. این مجاهدین بزرگش کردن که تمام تلویزیون ها رادیو ها
بعدم از این ور از کنم خدمت زمان خدا بیامرز آقای رفسنجانی بود، اون موقع از کنم خدمتتون آقای دکتر کلانتری و رئیس کمیته المپیک بود، آقای دکتر غفوری فر عرض کنم خدمتتون رئیس سازمان بود، آقای کلانتری هم برمیگرده با آقای رفسنجانی که همشهری ما احمد ترک هم هست، برمیگرده میگه که هیچ آقا دستکش ها یا اتوبوس بوده، اون هم یه اتوبوس گم شده. در صورتی که اینجوری نبوده، نه دستکش رو خود برگزار کننده میده. بعد بهترین مربی که تو این سالا باهاش کار کردیم مولا، بعد از بازگشایی ما میتونیم بگیم صادق علی اکبرزاده بود با خود آقای. اینو از اینجا پرسیدم چون که این آقای علی اکبرزاده رو آقای هویت دوستم خیلی تعریف میکردن، ولی خب متاسفانه الان میبینیم که نیستن. یعنی اصلا خب صادق خان از کنم خدمتتون، میدونین که رفت در فرانسه تو جنگلا گم شده، از کنم خدمتتون 9 روز بعد پیداش نشد، تا آخر از کنم خدمتتون جنازه‌ش پیدا کردن. اینا ایشون یکی از بهترین سرمربی‌های تیم ملی بود و دو تا المپیک خودش بوکس کرده بود، هم المپیک روم بود هم المپیک هلسینکی رو رفته بود از کنم خدمتتون. و بعد ایشون به نظر من تا چند سال پیش میتونیم بگیم آقای نوروزی یکی از مربی‌های خوبمون بود، ولی الان جوانامون بود مربیای خوبی داریم، همین اکبر علی آقای استی که مربیای خوبی داریم، جوانای خوبی داریم. بوکس هم مربی خارجی احتیاج داره یا نه؟ به نظر من آره، ولی از مربی واجبتر بازیای برون مرزی بذارن. یعنی بچهای ما الان باز خوب شدن، اون موقع فکر میگردن مثلا میگن قضا قضاقی یه جوری دیگه هست، ملاحظه فرمی اونی که استرس دارن، ترس دارن، چون رینگو ندیده بودن، رینگ ندیده بودن. ولی کسی که میره سیاپوست نمیترسید واقعا، همین یارو سیاپوست رو دیده بود، همین عسکر کاظم میگفت وا ویلا ددم وای. خب ببینین واقعا چون برون مرزی رو از نزدیک لمس نکرده بودن. گفتم من خودم وقتی رفتم آلمان، خب من کشور خارجی ندیده بودم، ولی اونجا هر هفته تو بازی لیگش من بودم، بازی بوندسلیگاش دیگه، دیگه یواش یواش برای من عادی شده بود. روز شنبه می اومد ماشین دم در، میگفت کجا میخوام بریم؟ اتریش. برای چی؟ مسابقه است. خب بریم اتریش مسابقه. میخوام بریم لهستان بریم. یعنی عادی شده بود، میگه برای تمرین شده بود. ولی شما در ایران چنین چیزی وجود نداشت. الان یه کمی شده برام مثلا برون، تا برون مرزی هم نران امکان نداره بچه‌ها بتونن موفق.